الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. با امید از اینکه شاگردان نهایت عزیز ما سالم و صحتمند و پر عافیت باشند و مسعود به درسایتان باشند. دوست عزیز، من به ادامه درسهای قبلی یک بار دیگر درسهای جدید خود را شروع میکنیم که تابع اکسپوننشال برش گفته میشه و بعدش لگاریتم است، انواع لگاریتم است و قوانین لگاریتم است. اونا را بخیر باز، اما تو دانه دانشه میخوانیم در ویدیوهای مختلف، البته امروز نه. و همچنان باز یک قسمت مثلثات کار میکنیم به خاطر که اینمی درسات تا چهار نیمه کفایت میکنن. خب درسای هندسه تانم یک فصل خوانده شده، شما ترادفا را هم خواندین و لگاریتم هم میخوانین و یک کم قسمت از مثلثات هم میخوانین که بخیر تمام سوالای امتحان چهار نیمه تان از امی درسکای تان میباشه. خب است عزیز، تابع اکسپوننشل که برش گفته میشه اصلا انگلیش است، اکسپوننشل، اکسپوننشل فنکشن برش گفته میشه. خب ما میتونیم بجای ازی بگیم که مثلا تابع نمایی گفته میتونیم. تابع چی؟ تابع نمایی، یعنی اینا تابع هستن که مجهولش در توان قرار داره. مجهول در کجا هستن؟ در توان هستن یا متحول. سعی کنیم دوست عزیز، اگر من اشتا کنم f x مساوی میشه 3x مربع مثبت 2x، اینجا x کس متحول است، امین متحول x که ما اینجا داریم این خودش در کجا است؟ در پایین است، در قاعده است، توانش دوست است، توانش چند است؟ 2. اما اگر من یک تابع را نشتا میکنم f x مساوی میشه، من نشتا میکنم 2 به توان x، x ما در توان بردم. خیلی ایتو تابعی تعریف شد، ایتو شما نشته کنیم به تابعی گفته میشه، تابعی اکسپوننشل که متحولش در توان قرار داشته باشه. در مخرج در قاعده که از عدد ثابت میباشه، در قاعده چی میباشه؟ عدد ثابت میباشه. خب این شد تعریفش. و یا ایتو میگیم هر تابعی که به شکل f x مساوی میشه a به توان x، در صورتی که a خلاف یک و a بزرگ از صفر باشد، بزرگ از چی باشد؟ از صفر باشد. اینمی را به نام چی یاد میکنم؟ به نام تابع اکسپوننشل یاد میکنم. هر تابعی که ایک از سیکو یک عدد است و ایکس هم اونا متحول است، a یک شده نمیتونن. چرا؟ یک به هر توان که از باز یک است، درست از باز یک تابع ثابت جور میشن و این بزرگ از صفر باشه، یعنی این که هست عدد منفی شده نمیتونه، یک عدد منفی شده نمیتونه، بعد از صفر که چی باشه؟ بزرگتر باشه. خب دوست عزیز، یا این تعریف و یا اون تعریفی که قبلا براتون گفتم، هر دوش درست هستم. میایم دوست عزیز بعد از اینکه تعریف تابع نمایی یا اکسپوننشل ما گرفتیم، فهمیدیم چطور ما میتونیم این تابع را به یک نوع دیگه هم نوشته بکنیم. ما اینو میگیم، میگیم تابع اکسپوننشل با f نشان داده میشه، میگه این یک تابع است از اعداد حقیقی در اعداد حقیقی مثبت، به این شکل هم نشته میتونیم. از این معنایش چی است؟ یعنی IR که اینجا نشته کردیم معنا که است یعنی دومین یا ساحه تعریف انمی تابع که است تمام اعداد حقیقی میباشد و این که است IR مثبت ای رنج معنا میده، یعنی رنجش اعداد چی میباشد؟ اعداد حقیقی مثبت می باشند. تنها اعداد مثبت رنج تابع نمایی شده می تواند. این هم مفهومی شد که یگان وقت در ریاضیات چی میشه استفاده میشه، نوشته میشه که باز برای شما گیج کننده نباشه. دیگر دوست عزیز، در تابع نمایی باید یگان خصوصیات شو بخونیم. یک خصوصیت اولش که ما میخوانیم او چی هست؟ اویی است که تابع نمایی دارای یک ساحه تعریف یا دومین می باشه. خب اینو میگیم که دومین تابع نمایی، تابع نمایی یا اکسپوننشل همیشه اعداد حقیقی یا IR می باشد. درست است دوست عزیز؟ امی تابع نمایی را که به تو کسی داد که ناهی تعریفش چیسته یا دومینش چیست، یعنی کدام که مدار x گرفته یا متحول گرفته میتونم، شما بگوین IR.
یعنی از منفی لایت نهی تا مثبت لایت نهی، چیزی که از کلش میگیره. در کنکور از این سوال که میگه واسه باید اسم نوشته میکنه، از منفی لایت نهی تا با مثبت لایت نهی، واسه نفی یک انتروال باز میگیره. ایره درست است؟ یا ای یا آی آر یا عدد حقیقی کلش به یک مفهوم گفته میتونیم، یک مفهوم داره کلشان. خب دوست عزیز، دیگه که هست رنج هسته. چی هسته؟ رنج. دوم رنج تابع نمایی اعداد حقیقی مثبت می باشد، یعنی که آی آر مثبت می باشد. اینجا هم سعی کنشته کردیم آی آر مثبت و اینجا آی آر، درست هستن؟ یا اعداد حقیقی. خب دوست عزیز، یعنی وقتی که ما در انمی تابع به اکس قیمت میدیم، اکس کدام قیمت ها را گرفته میتونه، این به نام ناحیه تعریف یاد میکنه یا دومین، هر قیمت آی آر را گرفته میتونه حقیقی را. و وقتی که ما اینجا این هر قیمت را بدیم، هر قیمت را وضع کنیم برای تابع ما یا برای وای یا برای اف اکس ما، کدام قیمت ها به وجود میاد؟ تمامش باید اعداد حقیقی مثبت باشه. گاهی هم امکان نداره که شما تابع را قیمت بدین و او قیمتش عدد منفی بیاید. مثلا سعی کنید من اشتباه میکنم اف اکس مساوی میشه، من اشتباه میکنم 3 به توان اکس، یک تابع نمایی شد. خب اینا را سعی کن اگر اکس ما قیمت بدیم، مثلا اکس چند قیمت بدم؟ اینا به این شکل میگیرم اکس y y یا f x، درست است؟ f x از f x نشته میکنم. خب x را قیمت بدین مثلا 0، 3 به توان 0 1، x را قیمت بدین 2، 3 مربع 9، x را قیمت بدین 1، 3 به توان 1 3، x را قیمت بدین منفی 1، 3 به توان 0 3 به توان منفی 1 مساوی میشه 1 به 3. خیلی باز شد یکی به سه، یکی به سه سه که عدد مثبت است. باز برش قیمت بده مثلا 2، 2 قیمت بده این میشه یکی بر 3 به توان مثبت 2 مساوی میشه یکی بر 3 مربع 9، یکی بر 9 این میشه یکی بر 9. خیلی دوستای عزیز، هر قدر قیمت ها x گرفته میتونم مثبت و منفی تمام اعداد حقیقی، اما برای f x برای تابع ما فقط سه که اعداد مثبت به وجود میاد. خیرنجش که هست عدد چی میباشه؟ عدد حقیقی مثبت میباشه. امید که ایره یاد گرفته باشه. خب شاگرد عزیز، دیگر یک تابع نمایی دارای کدام خصوصیات میباشه؟ در یک تابع نمایی سوال میشه مثلا دیگه یک تابع متزاید است یا متناقص است. خب ایره از کجا بفهمیم؟ اینجا ما سعی کن ای داریم، اینمی شکل عمومیش است. اگر امی ای بزرگ از چند بود؟ بزرگ از یک بود. دوست عزیز، از یک چی بود؟ بزرگ بود. اینمی تابع متزاید گفته میشه. متزاید یعنی قیمت های از بلند میره، گرافش که رسم میکنی بالا میره، درست است؟ از چپ به راست امتو بالا میره. و اگر یکی بود کوچک از یک بود، از یک چی بود؟ کوچک بود. باز در این صورت قیمت از این تابع ایره باز ما میتونیم تابع متناقص هستن. تابع چی هستن؟ تابع متناقص هستن. از ای بزرگ متزاید و از ای کوچک. مثلا من اشتا میکنم اف اکس مثلا 4 به توان اکس، این تابع شد، اینی 4 ای است. سعی کن ای ما مساوی میشه با 4 و 4 که از بزرگ است از یک. سعی کن ای 4 شد و از یک بزرگ شد. از یک که بزرگ باشه دوست عزیز، باز این را ما چی میگیم؟ متزاید. خیلی اینی تابع که هست این متزاید است. چی هست؟ متزاید است. خب وقتی که من اشتا میکنم اف اکس مساوی میشه با منفی 3 به توان اکس، اینار اینی که هست این چی هست؟ این تابع متناقص گفته میشه. و یا من اشتا میکنم که اف اکس مساوی میشه
گاهی هت نوشته میشه سه به توان منفی x. از این معنایش هت راست این هم میتونیم هت نوشته کنیم که f x مساوی میشه یکی بر سه به توان x. سعی کنید یکی بر سه a چند است؟ a یکی بر سه است. یکی بر سه از یک کده کوچک است نه؟ یکی که تقسیم سه بکنه صفر اشاریه چند نه؟ از یک کوچک میشه. خب این هم چی است؟ این تابع متناقص است. گاهی به این شکل نوشته میشه توانش منفی میباشه شما ایتو این را تبدیل به این شکل بکنید و گاهی هم به شکل کسری میباشه. خب دوست عزیز یک چیز دیگر اشاره کنم در کامکود بسیار بدن میخورم. اگر تابع به این شکل به شکل کسری باشه مثلا f x مساوی میشه a بر b به توان x یا نمایی است چون اینی خودش یک عدد است. اگر صورت بزرگ بود a بزرگ از b بود باز ای را ما متضاد میگیم و اگر a کوچک از b بود باز b را ما متناقص میگیم. این را چی میگیم؟ این را باز ما متناقص میگیم. درست است؟ خب این شد تضاد و تناقص تابع نمایی. دیگه چه خصوصیات داره؟ دیگه خصوصیاتش یه از دوست عزیز که ما بفهمیم که یک تابع نمایی که هست همیشه یک در یک می باشه، یعنی که معکوسش پیدا می کنی معکوسش هم یک تابع می باشه. درست است؟ تابع نمایی همیشه که هست در چیز تابع نمایی که ما داریم یا تابع اکسپوننشل تمامش یک در یک هستن. تابع یک با یک شما دستیم که ده خواندیم تابع یک با یک معکوسش هم چی باشه؟ یک تابع باشه. و دیگر خاصیتش نیست وقتی که گراف از این تابع را رسم میکنید دوست عزیز x که صفر قیمت میدین چون عدد به توان صفر سعی کن f x مساوی میشه a به توان x ای عدد است. x که صفر شود a به توان صفر چند میشه؟ یک. خیلی هر تابع نمایی که هست وقتی که گراف رسم میکنی از نقطه صفر یک عبور میکنه. وقتی که گراف رسم میکنی اینمی نقطه که هست اینی نقطه یک، اکسش صفر است و وایش یک است. هر تابع را که رسم میکنی از این نقطه ای تو عبور میکنه یا از این نقطه قسم عبور میکنه یا از قسم به این شکل یا به این شکل از این نقطه چی میشه؟ تیر میشه گرافش. از کدام نقطه؟ این از این نقطه. این نقطه چی است؟ صفر یک است. در کنکور این زیاد سوال میاد. و دیگه خصوصیتش اگر ما بگویم او چی است؟ اوی از دوست عزیز که یا سوال کنکور است که وقتی که یک تابع y به توان a به توان منفی x یک تابع باشه و یک y مساوی a به توان مثبت x باشه از این تابع گرافش با این چی فرق میکنه؟ اینمی اردوش که است نظر به محور y متناظر میباشد. نظر به محور y چی میباشد؟ متناظر میباشه. یعنی گرافش که رسم میکنه دوست عزیز اینی محور y است. یک تابعش که است مثبت که است این به این شکل میه دیگهش که است به این شکل میه اردویش نظر به محور y چی میشه؟ متناظر میشه. درست است؟ خب یک سی نقطه دیگر هم اشاره میکنم باز درس ما کفایت میکنم. خب دوست عزیز تابع نمایی کدام شکل داره؟ اینه تو f x مساوی میشه a به توان x. اول اگر ما اتنش نکنیم که f x جمع y میگه همین مانایش هست که f x ضرب f y این به چی مانا؟ اینمی در یک فعالیت گفته شده میگه شما این را ثابت بکنیم که اینی چیز مساوی به این چیز میشه. خب سعی کنیم اینی تابع نمایی است نه؟ اینال f x جمع y چی مانا میده؟ یعنی که در این تابع به جای x x جمع y وضع کن. درست است؟ خیمایت نشته میکنم به جای از این در تابع a به جای x در تابع x جمع y وضع میکنم x مثبت y امیر اما ایتو نشته نمیتونم که a به توان x ضرب a به توان y بخاطر که a به توان x و a به توان y که هست دوست عزیز که اردویش که ضرب میکنیم قاعده ها مساوی میشه تمامش پس جمع میشه یعنی این شکل به خود میگیره یعنی در حالت ضرب قرار میگیره. درست است؟ و دیگه حالتش ایست که f x منفی y اگر باشه
شما سعی کنین این امیل در تابه وزن کنین A بجای X چی وزن میکنیم؟ X منفی Y. خیلی از این جهی مساوی میشن A به توان X توان مثبت از خودش و A به توان Y Y توانش منفی است، ایده مخرج میگه A به توان Y، یعنی این شکل به خود میگیره که شکل چی هستن؟ F X بر F Y به این شکل چی میشن؟ تبدیل میشن. و یک چیزی دیگه F X مساوی میشه A به توان X. گفته اگر ما اینجا یک عدد در X ضرب کنیم، در تابع در X وضع کنیم، میگه این اطور حالت به خود میگیره که F X کل به توان A، یعنی A که هست در دیده توان میگه. چرا؟ خب سعی کنید دوست عزیز، من براتون این همیتو یک مثال کار میکنم. F X مساوی میشه دو به توان X، درست است؟ حالا یک کس ایتو میگه F اینی A که است، سعی کن A A اردوش مساوی است، این همین جا این همین دو را وزن میکنم، میگم نه دو X را پیدا کن. F X اینی است، F دو X را پیدا کن. F دو X را چطور پیدا کنم؟ ایتو پیداش میکنم با جای X دو X را وزن میکنم، به خاطر که این قیمت شد می؟ خب این میشه دو به توان دو X، با جای X نشتر میکنم که دو X. امیر را ایتو نشتر میکنم که دو به توان X کل مربع، سعی کن ای در ای زد میشه، دو زد به X پس دو X میشه. خیلی دو به توان X، دو به توان X تابع نیست؟ تابع است. خیلی بجای زی پس F X نشتر میکنم. دو به توان X، دو به توان X ای در جایش F X نشتر میکنم، اینی دو که هست ای در توانش میبرم. خیلی عدده که در تابع نمایی در امرای X امرای متحول زد میشه، یعنی قیمت که وزن میکنی این هم بود در توانش میه، مثل که اینجا مده، یعنی عدد بود در تابه زر کردیم، باز این هم رتان ثابت شکل اینه کجا میره؟ در توان میره. با امید از اینکه دوست عزیز تابه اکسپوننشال یاد گرفته باشین، یک مان گرافش وقتی که تابه لوگاریتمی را برتان دست میدادم، از هر دو را باز گراف شده یک وقت برتان میگم، بسیار آسان است، فقط برش قیمت میدین، دیگه کدام چیزی ندارد. درست است دوست عزیز؟ خب تا درس بعدی که خدمتتان حاضر بشم، خداوند حافظ و